ببینید، اختشاشاتی که و نارامی هایی که طی چند روز گذشته در کشور رخ داده ریشش به نظر من مشترک با جاهای دیگه دنیا، یعنی مردم وقتی که از یک موضوعی ناراحتند و دلخورند، احساس میکنن که حرفشون شنیده نمیشه، آخرین راهی که به هر حال انتخاب میکنن این که بیان و توی خیابون جمع بشن و اعتراضاتشون رو مطرح بکنن. تو ایران هم همینطور بوده، به هر حال یک انتقاداتی بوده نسبت به مسائل اقتصادی که این اتفاق افتاده و مردم اومدن تو خیابون و البته خب کسانی هم سعی کردن موج سواری بکنن. به نظر من جریانات سیاسی که در کشور هستن روی کردشون همراهی با این ناآرامی ها نبوده. اگر که نگاه بکنیم به نوع موضع‌گیری هایی که آدم های سرشناس سیاسی کردن یا بیانیه هایی که دادن مثل مجمع روحانیون مبارز، همه ضمن به رسمیت شناختن اعتراضات و ضمن اینکه حق رو میدن به مردم که این فرصت رو داشته باشن اعتراض بکنن، اما با عملکردی که توی این چند روزه بوده و برخی این اعتراضات رو به خشونت کشیدن و حمله کردن به مساجد، مساجد آتش زد، بعضن مساجد آتش زدن یا حسینی ها رو یا به مراکز نظامی حمله کردن، اینا رو عموما به اصطلاح محکوم کردن جریان های سیاسی. این که گفته میشه از جریان های سیاسی خواستن اینجوری موضع بگیرن، من خیلی با این موافق نیستم. کما اینکه تا اونجایی که من در جریان هستم از خود رسانه ها درخواست کردن، جلساتی بوده، توضیحاتی دادن، مسئولین رسانه ها توضیحاتشون دادن، یعنی یک گفتگوی متقابل بوده و حرفا رد و بدل شده، شنیده شده. از احزاب سیاسی هم به همین شکل، یعنی هم وزارت کشور خواسته احزاب سیاسی رو باشون صحبت کرده، نقطه نظراتشون رو شنیده و هم اونا اطلاعاتی دادن به احزاب که تو این مسیر چی کار باید کرد، چه موضع‌گیری های افراد و چه بیانیه های احزاب، همه در راستای اون منویات خودشون بوده، اون به اصطلاح حس درونی خودشون بوده که به این باور رسیدن که این میتونه آسیب بزنه به کشور. ببین، اجماع نانوشته صورت گرفته بین جریان های سیاسی کشور، چون همونطور که عرض کردم روی کرده تمام جریان ها مخالفت با این نحوه اعتراض بوده. اما اینکه بگیم اینا نشستن با همدیگه یه اجماعی کردن که حالا من اینجوری بیانیه بدم تو اونجوری سخنرانی بکن، هم چیزی به نظر من نبوده تا اونجایی که من اطلاع دارم.